آنان نان سفره‌شان را چگونه تأمین کنند؟ یک نماینده مجلس ارتجاء به نام کواکبیان روز 25 اردیبهشت اعتراف کرد که 11 میلیون بیکار تحصیل کرده در کشور وجود دارد. این 11 میلیون بیکار چگونه باید نان سفره خود را تأمین کنند؟ شما کابلوزی نکردید. کابلوزی چرا یه بار کردم؟ پول نداشتم، دیوار مردم که نرفتم. بعد تیر چراغ رفتم بالا دزدی کردم. چی فرقی میکنه تیه چرا برق مال بیتون من؟ پول نداشتم، احتیاجشم، رفتم دزدی کردم. سایت خبر آنلاین رژیم 27 اردیبهشت 92، احمدی مقدم سرکرده مزدوران سرکوبگر. روزانه 1800 سرقت خرد در کشور اتفاق میافتد. 1800 سرقت در روز ضرب در 365 مساوی 657,000 سرقت در سال. علت این سرقت‌های خرد را یک آخوند به روشنی اعتراف می‌کند که خامنه‌ای رأس نظام فاسد آخوندی در جریان مشکلات مردم هست. اینقدر اسلام راجع به مسائل اقتصادی تأکید کرده، مقام و معظم رهبری اینقدر تأکید کرده به خاطر اینه که شکم مردم وقتی سیر بشه و سیر باشه، مردم دنبال بزهکاری‌ها نمی‌رن، دنبال این حسادت ها نمیرن، دنبال این گرفتاری ها نمیرن. حداقل مردم باید به اندازه کفاف داشته باشن، اون کفافی که پیامبر بزرگوار اسلام فرمود، یعنی به اندازه داشته باشیم که دستمون دراز نشه پیش کسی. رژیم آخوندهای سارق که خود مسبب گرسنه ماندن مردم و همه عواقب و مصائب آن است، به رغم وجود این همه بیکار و به رغم گرانی هایی که امان مردم را بریده، هم همین محرومان را میچاپد و هم نیروهای سرکوبگر خود را برای ایجاد ارعاب به جان مردم میاندازد و جوانان پیاپی دستگیر میشوند. چند سالته؟ 27 سال. 21. 26 سال. کجا دستگیر شدی؟ پاک دشت. چه جرمی؟ مواد. چه موادی؟ هروئین. نوشتم مشارکت. من مهمون بودم خونه اینا، دانشجوام، اومدم از یه آقا پول بگیرم. میخواستم برم دانشگاه که پول نداشتم. دیگه رفتم داخل خونه و اینا، میخواستم که برم، یهو در زدن که اومدن داخل و دیگه همه رو دستگیر کردن. و این موج دستگیری ها در حالی است که همه می دانند که علت و مسبب اصلی همه این سرقت ها و جرائم خود حکومت ولایت فقیه است. مالا منطقه کردیم، اولا یه بخشه، بعد بخشی است که نزدیک های بند واقع شده به نام رایان. من خودم که فرهنگی هستم، مثلا صبح 7:30 از خونه بیرون میام، کارگرایی رو احساس می کنم، می بینم مثلا به عینه که اینا یه میدونی ما داریم بهش میگیم مثلا فلکه آزادی، اینا بیچاره روز مهستون یا تابستون یا میشینن اینجا پاهارم با قراز میکنن از اون که ما برمیگردیم مجردن کسن. یعنی هیچ کس اینا رو برای کار نبرده، وگه اینا هزار تومن نداشته باشن ستانون رو نمیتونن بخرن به بچه هاشون بدن. وقتی فاجعه عمیق‌تر میشود که آثار بیکاری بر تمام اعضای خانواده سایه بیاندازد. حتی ما خانواده هایی داریم که مادرهایی داریم که آقاهاشون کارگرن، خودشون هم خونه دارن، ولی متاسفانه الان به احتیاج کشیده شدن و هزار یک جنایت و فساد اخلاقی رو هم دارن، مرتکب شدن و خودشون هم در دام احتیاج. زمانی هم که دختراشون با مشکل روبرو میشن، ما میگیم، میگن خب ما کارگریم، دولت که فکر ما نیست، رهبر که به فکر ما نیست. این معضل اصلی. این هموطن از معضل اصلی سخن گفت. معضل اصلی همان فقر است و برکندن ریشه فقر. برکندن ریشه حاکمیتی است که ثروت‌های این خلق را در ارقام نجومی دزدیده‌اند و هیچ کس آنها را دستگیر نمی‌کند. و همه می‌دانند که برای برکندن ریشه این حاکمیت تنها راه قیام است و خروش و برخاستن. بله، زمان برخاستن است.
امامه.